یکی از مهارت‌های در حقیقت زندگی تفکر خلاق و تفکر نقادانه است. مشکلاتی که الان خانواده ها با اون سردرگریبانن در کل دنیا میگم، یعنی کل دنیا خانواده ها اگر مشکلی دارند، اگر در درک همدیگر، اگر در نمیدانم سازگاران کردن زندگی هم مشکل دارند، از این تفکر خلاق و تفکر نقادانه است. اصلا ما تفکر نقادانه، نقد را بلد نیستیم که طرف را چجوری نقد کنیم که ناراحت نشه. نقد کردن یعنی اینکه ایرادهای فرد را بازگو کردن تا اون ایرادها چی بشه، رفع بشه. پس بنابراین خلاقیت، تفکر خلاق یعنی اینکه خلاقیت یک فرایند است که نتیجه آن یک کار با ارزش باشه. یعنی اگر فرد فکر کنه به این نتیجه برسه یک کاری را انجام بده که اون کار با ارزش باشه، سازنده باشه، بالنده باشه، به این میگیم تفکر خلاق. منظورتون اینه، عذرخواهی میکنم، منظورتون اینه عوامل، من عذرخواهی میکنم حرفتون رو قطع میکنم، خواهش میکنم، منظور میخوام ببینم من درست متوجه شدم یا نه. یعنی من اگر از کسی خواستم نقدی بکنم، همون طبق قانون اسلام و فرمایش پیامبر اکرم خصوصی بهش بگم که انشاءالله بتونم استفاده بهتری ازش بگیرم. بله، ببین، در حقیقت تفکر نقادانه یعنی نقد کردن دیگران خیلی بحث وسیعه. یعنی اگر ما جوانمون را میخوایم نقد کنیم، مشکلش رو بگیم، در جمع نگیم، به خودش میگیم. یکی هم در قرآن هم هستش که خداوند به موسی، حضرت موسی میفرماید وقتی رفتی نزد فرعون، اون حرف حقی که تو میخوای به فرعون بگی با نرمه، با نرمیت، با مهربانی بگو. پس بنابراین دقیقا اون چنان که شما هم فرمودید، اگر ما نقدی داریم برای همسرمون، برای فرزندمون، برای دوستمون، برای همکارمون، باید این نقد لیم باشه، نرم باشه، مهربانمون باشه و در بین باشه که خدای نکرده شخصیت اون فرد خرد بشه. پس بنابراین من در مورد تفکر خلاق بحثی میکردم که این تفکر خلاق میتونه فرد را معمولا بارش فکری، اگر چندین نفر باشن بارش فکری، در این تفکر خلاقانه یا تفکر خلاق نقش داره. اگر فرد دنبال خلاقیت باشه، حتما آفریننده است، حتما یه چیزهای مهمی را پیدا میکنه و میآفرینه. تفکر خلاق به حل مسئله و تصمیم گیری ما هم کمک میکنه که در جلسه دیگه انشاءالله به این حل مسئله و تصمیم گیری خواهیم پرداخت. ما اگر تفکر خلاق نداشته باشیم، نمیتونیم مشکل خودمون را حل کنیم، نمیتونیم تصمیم گیری مناسبی داشته باشیم. بنابراین تفکر خلاق فرد را قادر میسازد مسائل را از روی تجارب خود و دیگران مورد بررسی قرار داده و راه های مثبت و بهتر را شناسایی کنه و برسه. یا تفکر خلاق فرد را قادر می سازه که سازگاری و انعطاف بیشتری داشته باشه. تفکر خلاق یا تفکر نقادانه می تونه به ما یه ابزار یا امکاناتی بده که وقتی فرد را نقدی میکنیم، در حقیقت مشکلات اون فرد را آرام، مهربانانه، پدرگونه، دوستگونه، برادرگونه میگیم، در اون فرد یک تغییراتی بهینه و مثبت در رخ بده. چه هدف ما اینه که فرد را قدم دور کنیم. توانایی های تفکر خلاق نقادانه هم مثل تفکر خلاق هستش. تفکر نقادانه در مورد خود،
ما میتونیم خودمون را هم نقد کنیم، یا فرد را، فردی که در مقابل است، اونم نقد کنیم و هم خودمون. اگر خودمون را نقد میکنیم، به نقاط قوت خود، به نقاط ضعف خود آشنا بشیم، و اگر طرف دیگر را نقد میکنیم، اون فرد را به نقاط قوت و به نقاط ضعفش آشنا سازیم. بنابراین در تفکر نقادانه مهمترین اصل مثبت نگری، مثبت گفتن و مثبت شنیدن رمز موفقیته.